حجت الاسلام حسن روحانی تلویحا درباره اقتصاد آزاد و بازار آزاد سخن میگوید. آیا در جمهوری اسلامی نظامی که باندهای مافیایی اقتصاد اساس آن را تشکیل میدهند میتوان به اقتصاد آزاد دست یا فجرا کرد؟ درباره بابک زنجانی و حامیان او گزارش‌های تازه‌ای منتشر شده است. آن سوتر درباره مداح هفت‌تیرکش نیز گزارش‌های تازه‌ای داریم. و دورتر از ایران در مصر همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور از سوی اکثریت مردم مصر رأی مثبت گرفت. و دیدار و زیارت آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آرامگاه عماد مقنیه چه بازتابی در رسانه‌های خبری دنیای عرب و دیگر کشورهای منطقه داشتند. با من و شما هستند میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر در استودیو آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دکتر نوری‌زاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، همینطور درود به دکتر سازگارای نازنین و بینندگان ایران فردا و آنهایی که میشنوند به ویژه در خانه پدری. آقای حسن روحانی به خوزستان رفته یک روز پس از سالگرد ترک شاه ایران رو ترک کرد. یک روز پس از سالگرد چنین روزی ایران در کجاست به ویژه از نظر اقتصادی و همینطور وعده هایی که آقای روحانی در خوزستان به مردم این استان داده رو چطور ارزیابی میکنید؟ جناب چالنگی اجازه بدید یه پرانتز اول برنامه باز کنم. یکی از دوستان چپ مقاله نوشته بود راجع به سفر آقای روحانی به خوزستان که خود ایشون از عرب های ایران هستند و ضمن نامیدن خوزستان با کلمه عربستان اشاره کرده بودن که آقای روحانی درسته حالا این کار رو کرد، با اینا رفت، با دو تا شمخانی و نماینده اهواز که از عربهای ایران هست و این خودش خیلی خوب بود. بعد اشاره کرده بودن که خیلی به نوعی مردمی بود، یعنی با اون تکبر و وضع شاه فرق میکرد. به نظر من این دوست ما باید توجه داشته باشه، اگر مقایسه میکردن با مرحوم هویدا، حالا هر عیبی برای هویدا میگذاشتن، بسیار هویدا مردمی بود. به این معنا که سفرهای استانی که میکرد بدون جبروت و جاه قاطی مردم میشد و بسیار متعدا بلد نبود درار چفیه بندازه مثل محمود احمد نژاد سرش. یه چیزی که برای من جالب بود در این سفر آقای روحانی ترکیب مردمی بود که اونجا جمع شده بودن، خیلی برای من جالب بود. یعنی لور ایرانی بود، لور بختیاری بود، عرب بود و مجموع ساکنانی که در این استان زرخیز ما هستن نمادهایی از اونا رو دیدن. آقای روحانی عربی هم حرف زد، خب آقای خاتمی هم قبلا این کارو کرده بود و آقای خامنه ای هم این کارو کرد یه بار. صرف عربی حرف زدن برای مردم عرب خوزستان به منزله اعتراف و پذیرش حقوق حقی آنها نیست. شما فکر کنید الان بیست و اندی سال بعد از پایان جنگ هنوز خوزستان ویرانه، هنوز آبادان بازسازی کامل نشده، هنوز خرمشهر روی پای خودش نیست و شهرهای دیگه و هزاران هکتار از زمینهای عربهای ایرانی که روش خرما میکاشتن کشت میکردن و ایران یکی از خرماخیزترین مناطق خاورمیانه بود ویرانه به اسم اینکه اینجا مینه، به اسم اینکه سپاه. چرا؟ چون از مرزهای خوزستان تروریست میره عراق، چون اینا تروریستای عراقو میارن و آموزش میدن، بنابراین نباید مردم اونجا روی راحت ببینن و آسایش داشته باشن. و از این درآمد نفت اگر
به اندازه همون سهمبندی استانی و تعداد جمعیت به خوزستان رسیده بود، امروز خوزستان بهشت بود. نه اینکه مردم شلنگ‌آباد توی اهواز باید با اون وضع زندگی بکنن و تا صداشون در میاد بگیرن به اسم تجزیه طلب اعدامشون کنن. آقای روحانی ای کاش به تظاهر بسنده نمی کرد. آقای احمدی نژاد هم سفر استانی زیاد رفت. آقای روحانی ای کاش به عمق مسئله توجه کنه و بدونه که این مردم آزردن، مردمی که بچه هاشون رو دادن جلوی تانک های عراقی، اینا تجزیه طلب نیستن. آقای نوزده اول برنامه اشاره کردید، البته تصحیح کردید، اینکه لورهای ایرانی این سو تفاهم داشت پیش میمد که من یک لور ایرانی ما داریم، یعنی ایتالیایی یا بایدیم. نه لورها بختیاری ها اینا رو اشاره کرد. من خب لور ایرانی هست در این کارهای نمایشه عرب دولت ها و حکومت ها بوده، گروهی از مردم رو با لباس های محلی به استقبال یا اطراف یا پچه که هست رهبران و حکومت ها و دولت ها بردن، یک سنت دیرینه در خاورمیانه است به خصوص در ایران. آقای سازگارا سلام بشه. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما چالنگی و خدمت آقای دکتر نوریزاده گرامی و همه بینندگان عزیز. اقتصاد آزاد، اون چه که آقای روحانی اشاره کرده یا تلویحاً وعده شده داده یا هر چه که است، آیا آقای سازگارا در جمهوری اسلامی امکان پذیره و به طور کلی بدون آزادی های دیگه سیاسی، حالا مدل چین رو میشه راجبش صحبت کرد که چی هست، اقتصاد آزاد هست یا نیست، اما یا امکان پذیر هست؟ من هم دوست دارم اگر اجازه بدین یکی دو کلمه در ذکر جمیل خوزستان عرض بکنم، برای اینکه خوزستان یکی از مهمترین استانهای کشور ماست، نه به دلیل نفت بلکه به دلیل صنایع پیشرفته‌ای که در استان هست، کشاورزی مهمی که داره، مردمان سخت‌کوشی که داره. من خاطرم از خوزستان بعد از استان تهران که خب طبیعتاً به دلیل جمعیتش بالاترین عدد رو داره، همواره تیراژ تمام روزنامه‌ها و نشریات و کتاب در خوزستان بالاترین در کشور و به هر حال از هر حیث مردمانی فرهیخته از اقوام مختلف کشور در خوزستان هستند که مشکل دارند و رسیدگی به خوزستان از محیط زیست و آب و هواش تا صنایع و کارگراش و حقوق حقه مردمانی که در اونجا هستن، زمین ها و غیره، به نظر من یکی از جدیترین کارهایی است که هر دولتی با فوریت باید در دستورش باشه. همین سفر آقای روحانی کارگران قند و تصفیه شکر اهواز و کارگران پتروشیمی رازی همزمان تظاهرات داشتن با ورود آقای روحانی و مشکلات چندین ماه حقوق نگرفتن و غیره. در یه همچین فضایی به هر حال آقای روحانی حرفهای خوبی زده به لحاظ اینکه دولت باید حد اقلی باشه، در واقع یک نوع دولت حد اقلی جفرسونی رو ایشون مطرح کرده و اینکه اقتصاد آزاد کارآفرینان باید باشن، توقع از دولت باید این باشه سرمایه گذاری رو تسهیل کنه، رشد بکنه و امثال این حرف ها. منتها آقای چالنگی، این حرف ها که در جاهای دیگه دنیا هم این رو تجربه کردن، یک مقدماتی احتیاج داره. اولیش همین است که شما در اول برنامه هم فرمودید، اولیش این است که در حضور باندهای فاسد ثروت و قدرت حاکم که در رأسش رئیس کل مافیا الان شخص آقای خامنه‌ایه که بزرگترین باندهای ثروت و قدرت دست ایشونه، مثل ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان یا ده ها مؤسسه ریز و درشت دیگه، بعد سپاه، بعد همه این آیت اللهان، بعد مداحان، بعد نمیدونم بسیج. در حضور چنین فاسدین بزرگی گذار به اقتصاد آزاد بسیار دشواره، نمیگذارند شانس و فرصت مساوی برای رقابت سالم و آزاد اقتصادی رو نمیگذارند به وجود بیاد. تجربه کشورهای دیگه مثل لهستان فرض کنید، یکی از بهترین نمونه هاست لهستان، این است که وقتی میخوان گذار بکنن، در اولین قدم باید که با این فاسدین در واقع برخورد بشه، قوانینی باشه که بتونه
ثروت اونا رو بگیره از دستشون و محدود کنه. بعد البته چیزهای دیگه هم هست، مثل محترم دانستن مالکیت. همین زمینایی که الان صحبتش هست یک نشونه است. سپاه به چه حقی زمینای اعراب خوزستان رو نگه داشته؟ مالکیت رو در ابعاد مختلف، اموالی که توی 34-35 سال از مردم گرفته شده باید به مردم برگرده تا اطمینان به مالکیت باشه. موضوع دیگه سرمایه گذاری احتیاج به قوانین لازم داره، قوانین مالیاتی، قوانین گمرکی، قوانین غیره و مسائل دیگه که حالا شاید در ادامه برنامه بهش بپردازیم اگر فرصت باشه. حتما. من به عنوان یک خوزستانی از طرف هم استانی ها ممنونم اینم تعریفی که کردین درباره خوزستان. همینطور از شما این نوری زده که تعریف کردید شما هم از خوزستانی ها فکر میکنم. البته فوتبال ایران خوزستان رو هم نباید فراموش کرد که معروف به برزیل ایران، یعنی فقط در بعد صنعت و تجارت و فرهنگ و غیره نیست، در بعد ورزش هم خوزستان و در بعد ورزش هست، در خیلی همه جا هست، همیشه میزبان بقیه استان ها بوده، به خصوص در ایام عید و بخشی از ایران، همه جای ایران، همه اهل یک وطن و یک کشور، عرب، بختیاری، آذری، کرد، همه و همه. آقای نوریزاده عزیز، این همین پرسش هست. اساس اقتصاد جمهوری اسلامی، واقعا اشاره کردم به لهستان، لهستان الان سرعت رشد اقتصادیش خب بسیار زیاد هست و جالب، یا شوروی سابق، کشورهای کمونیستی، بالاخره یه اساس سوسیالیستی داشت، یعنی چیزی بود، آدم تعریف پذیر بود. الان اقتصاد جمهوری اسلامی رو شما بخواید تعریف کنید به عنوان یک ناظر دقیق، چطور تعریف میکنید؟ بر چه اساسی هست؟ اقتصاد سوسیالیستی است، کمونیستی است، بازار آزاد، اقتصاد صدر اسلام، اقتصاد توحیدی تعریف شده آقای بنی صدر، چی هست؟ اولا اجازه بدید، خوزستان رو فرمودید، بنده عاشق این سرزمین هستم و در روزگاری که هنوز دیو نرفته بود و فرشته از پاریس نیامده بود، البته طنز اینو میفرمایید، بله ما نوروزا میرفتیم خوزستان، چقدر زیبا بود، زیر پل کارون صدای موسیقی میمد، اون عرب ایرانی قوطی ایرانول رو سیم کشیده بود ساز میزد، کولیا کنار آتش اهواز میرقصیدن، آبادان میرفتی تو بریم راه میرفتی حال میکردی، محمود سجادی برات شعر میخون، دسفول میرفتی مردم رو میدی، مسجد سلیمان، گچساران، هفتگل، صنعت نفت رو میدیدی. هنوز آیت الله ها کارخونه شکر نداشتن که شکر ملی رو تعطیل کنن برای اینکه هندی ها و کوبایی ها به آزاداشون رشوه میدن، میشه ناصر ابوالمکارم شکر فروش شیرازی. روزگار دیگری بود، میگم دیگه، ما چی بگیم؟ البته مسجد سلیمان خیلی سریع گذاری نوریزاده، حالا که صحبت شد مسجد سلیمان، شما آقای چالنگی، من هر چی بگم اوله، یعنی من هر جا میخوام، در اولی سینما اونجا بوده، اولی استخر رو اونجا درست کردم. ما خلاصه یه شب آقای چالنگی ما رو خجالت دادن، دعوا سر مسجد سلیمان ایلام بود که کدوم تابع کدوم بوده، آقای چالنگی کتاب آوردن بالا سر من، آقای بزرگزاده گذاشتن نگاه کردیم، بله ایلام یه موقعی تابع مسجد سلیمان بوده. به هر روی در مورد اقتصاد جناب چالنگی، اقتصاد ایران ترکیب همه ما میدونیم شتر، گاو، پلنگ است. آقای خمینی تصور میکرد اقتصاد همون چرتکه است، چرتکه رو میذاره جلوش، خیلی خوب احمد آقا بزن، حاج فلانی برامون 50,000 تومان چیز داده، سهم امام داد و وجوهات، حاج فلان داده، اینا رو جمع بزن چقدر شد بابا جان؟ حاج آقا شد 370,000 تومان. خیلی خوب، حالا یه 10,000 تومان بفرست برای آقای قفاری قرار خونه بخره. فکر اقتصاد اینه. روز اول وقتی اومد گفت اقتصاد مال خرست، ملت ما باید میفهمید. حسین عظیمی زندیات خدا رحمتش کند و روحش جاودانه میگفت وقتی با اینا حرف میزنه میگه آقا شما این فرمولا چیه میاری؟ ما اینقدر درآمد نفت داریم، اینقدر خرج داریم، این درآمد نفت رو بذارین تو بانک، بهرش رو بگیرین، خرجاتون رو بکنین، اون بهرم تش میمونه برای ما، میشه حساب سود و زیان. اقتصاد برای اینا این بود. آقای رفسنجانی اومد گفت خیلی خب دوران جنگ و محرومیت ها تموم شده،
بدید که بابا گفت مالکش ورشکست شد، بیاد هر چی دلتون میخواد قرض بدین ما هم میگیریم. خب دنیا هم دیده کشور نفتخیز با این همه ثروت قرض شروع شد ریخت تو مملکت. این قرض باعث شد یه مقدار ساز بشه، ساختمون جاده درست، همه اینا انجام شد، ولی فساد وحشتناک. باندهای مافیایی قدرت از درون سپاه و جای دیگه اومدن بیرون. اومد دوران آقای خاتمی، مبارزه با فساد آغاز شد. وزارت اطلاعات که ام الفساد بود ناچار شد دست از فعالیت‌های اقتصادیش بکشه، اما اون گروه رزمندگان و رزمجویان و غیره شرکت‌هاشون رو داشتن. بعد آقای احمدی نژاد اومد همه آدمای گل و گشنه گوش خیابون رو آورد گفت من میلیونرتون میکنم. همه رو آورد، به صرف اینکه ذوب شده در ولایت سیدعلی بودن همه یه شرکت درست کردن اقتصادی. بعد اون ستاد اجرایی فرمان امام الان مرکز فساد عالمه، یعنی پولی که در اونجا دارن میدزدن همه خباس حد و حساب نداره. این اقتصاد درست نمیشه آقای چالنگی. شما الان نگاه کنید وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی روز اولی که اومد بدبخت چه برنامه‌هایی داشت، ولی الان جا زده. الان کاری نمیشه. تو آقای نهاوندیان خودش تو اتاق بازرگانی بوده، آدم بیزنسمنی همین، ولی کاری نمیتونه بکنه. و همینطور همونطور که عرض کردم، یعنی از قبلم نمیدونستین آقای ببینید آقای طیب نیا، آقای طیب نیا یه کارشناس اقتصادی برجسته است، ولی کاری نمیتونه بکنه. آخه اومده میبینه اینجا میاد سرشاخ میشه با مقام معظم رهبری دفترشون، اینجا داماد آقا پسر آقای محمدی گلپایگانیه، این طرف میره ایشون آقای پسر آقای خوشبختی، اون طرف میره میبینه سپاه، کاری نمیتونه بکنه. مملکت این زمان ناصرین شد تیوله، تیولداری، اقتصاد تیولداری در ایران حاکم. خب در یه همچین ساختاری که اقتصاد تیولداریست آقای سازگاران، نظامی های ولایت چه نقشی داره؟ سپاه پاسداران چه نقشی داره؟ همین که رفتن در خوزستان جای دیگه آقای روحانی صحبت های خوبی بکنن، بگن اینقدر میلیارد ما تخصص میدیم، چه خواهیم کرد چه نخواهیم کرد و آباد خواهد شد، زمین های بایر را دایر خواهیم کرد و از این حرف ها، خوب زدن ساده است، قشنگم است. اما آقای روحانی هم آشنا با این سیستم بوده. در یه همچین سیستم اقتصادی تیولداری و بلبشوی که آقای نوری‌زاده اشاره کرد، سپاه پاسداران عملا کجاست؟ یه جا رو شما اشاره کردن بیت رهبری و ستاد اجرایی فرمان امام، بازم خدا رو شکر این امام انقلاب یه فرمان بیشتر نداشت از این قبیل، وگرنه چه میشون؟ بفرمایید. بله، باز من حالا گفت هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق هایم خجل باشم از آن اسم خوزستان که میاد نمیتونم این یه جمله رو مجزه بدین عرض کنم. خوزستان در مورد مسیح سلیمانه؟ در مورد کل خوزستان، خوزستان در نزد مبرخین معروف به گهواره تمدن بشری و سرزمین خوزستان یا نیشکرستان، اگر خوز رو به معنی نیشکر بگیریم، یا دشت سوزیانا، 4000 سال پیش شوش شهر پایتخت تمدن ایلامی بوده و یکی از بزرگترین مراکز قدیمی دنیا و مهد تمدن. بر صورت از این خوزستان عزیز که حق به گردن نه ایران بلکه به گردن بشریت داره، با این همه گرفتاری حیفه که الان اینطور مردمش اسیر و گرفتار باشن، حتی از هوای پاک و آب پاک محروم باشن. اما ببینید آقای چالنگی، مسئله گذار به اقتصاد آزاد در دنیا خیلی تجربه شده. من واقعا باید بگم البته جاهایی بوده از وضع فعلی ایران اگر بدتر نبوده بهترم نبوده، اما با برنامه ریزی و عقل و مبارزه امکان گذار به اقتصاد سالم و آزاد بوده. یعنی همین سپاه که الان میگید که به درستی هم انگشت روش میگذارید، سپاهی که از پروژه های نفت و گاز و نیرو و راهسازی هست تا فحشا و قاچاق مواد مخدر، از بازارچه های مرزی و قاچاق کالا 19-20 میلیارد دلار در سال هست تا میکروچیپ و نمیدونم تکنولوژی های اطلاعاتی و غیره. یک همچین سازمانی که اصلا هم دستشه
نمیتونه در حضورش یک گذار به اقتصاد آزاد اتفاق بیفته. چاره کار چیه؟ امثال آقای طیب نیا یا سایر دستندرکاران اقتصاد آقای روحانی باید بدانند که عبور و گذار به اقتصاد آزاد، مثلا فرض کنید باید قوانینی رو تنظیم کنند که این مؤسساتی که دست آقای خامنه‌ای و دیگران هست رو منتقل کنند به دولت، دولت هم بلافاصله منتقل کنه به مردم. چجور اجرا بشه آقای سازگار؟ قوانین رو اومدیم تصویب کردن، مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی هرچی. بلافاصله شما دقیقا همین که شما میگیم به ذهن هر کسی هم میاد فوراً که خب اینا نمیذارن، اینا آدم کشتن برای اینکه همین پولا رو جمع کنن. اینجا یک پاسخ داره آقای چالنگ، اونم مردم. یعنی 18 میلیون آدم رأی دادن به آقای روحانی، 15 میلیونی هم که رأی ندادن اونها هم تغییر خواهانند. آقای روحانی اولا باید شده 18 تا آدم جدید بیاره، اولا باید نشان بدهد در کارگزارانی که به کار میگیره که از گروه های مختلف اجتماعی استفاده میکنه و یه دایره تنگ اسلامگراها فقط نیست، قرار نیست مملکت اداره کنه. ثانیا مطمئن باشه قدرت مردم بالاتر از هر قدرت است. اگر ایشون برای گذار به اقتصاد آزاد نیاز داره که اموال این گردن کلفتای مافیایی کشور رو بگیره به مردم واگذار کنه با تنظیم قوانین، میفرسته مجلس، مجلس اول ممکن تصویب نکنه، اما یادمون باشه وقتی فشار مردم بالا میره یک دونه از این مجلسی ها جرأت نمی کنن که مخالفت کنن، آنچنان که در تاریخ گذشته ما داشتیم فراکسیون آقای دکتر مصدق و جبهه ملی یک اقلیت بودن در مجلس، اما به دلیل فشار مردم توانستند که ملی کردن نفت رو به تصویب برسونن. ببینید اینجا هاست که زیرکی و قدرت یه سیاستمدار رو میشه دید. آقای روحانی اینجا هاست که به مثابه یک سیاستمدار باید که از زور مردم استفاده کنه برای اینکه آنچه که داره وعده میده اگر نخواد فقط یه منبر باشه، چون منبری ها عادت دارن یه چیزی رو منبر میرن هم تموم میشه میره، اگه بخواد واقعا به مثابه یک مدیر دولتی، مدیر رئیس هیئت وزیران بخواد برنامه تبدیل کنه، اینجاها بعد به مثابه یک سیاست نداره. همه موضوع در همین هست آقای سازگار. آقای نوریزاده حرف شما تموم شد آقای سازگار؟ همه صحبت در همین آقای نوریزاده که اگر بخواهد اساسا کسی مثل آقای روحانی چرا بخواهد، به چه دلیل بخواهد که وضعیت اقتصادی مملکت رو سامان بده؟ یک اینه که اگر بخواهد، دو اگر بخواهد که شما و آقای سازگار هر دو گفتید شدنی نیست در یک همچین نظامی اساس کار که این سیستم مرتب هر از چند سال یک بار کسانی مثل خاوری یا اینا نمونه هاست وگرنه باندهای پشت سرشون هست یا جزائری یا بابک زنجانی تولید میکنه و بیرون میده، چون این نظامی چطور به سادگی تن بده؟ مثال زدن زمان مصدق، به هر حال زمان مصدق اون زمان نظم و نظام دیگه بود، وضعیت جور دیگه بود، مداهی در بزرگرا آدم نمیکش یا بزرگرایی اصلا شاید هم نبود. بفرمایید این روز. ببینید من چیزی که آقای روحانی رو یعنی وقتی شنیدم واقعا عرق نشست رو پشم، عرق سر. آقای روحانی میده در اونجا میگه که مردم عاشق ولی فقیه هست. نمونهش این که من 16 سال نماینده ایشون بودم و دبیر شورای امنیت ملی، مردم منو انتخاب کردن. این دلیل اینه که مردم اسلام و اعتدال رو انتخاب کردن. مردم بعد میگه که آقای خامنه ای عظمت ایرانه، یعنی ولی فقیه عظمت ایران. شما وقتی از یه فردی این حرفا رو میشنوید، حالا هر چقدر گفته که اون خبرای منفی که آخه آقای خامنه ای مثل ناصرالدین شاهه، میرن در گوش شب یه چیزی میگن فردا غضب میکنه، لباس سرخ حالا نمیپوشه ولی خودش سرخ میشه، این حرفا رو که آدم میشنوه متاسف میشه. یعنی آقای روحانی اگر هم بخواد مداهی بکنه دستمال ابریشمی دراره ولی جاش تو خوزستان نبود،
مردم خشمگینی که از رفتار رژیم، از آدمکشی، جنایت، بچه‌هاشون رو اعدام کردن غضبناکن و ولی فقیه رو مسئول همه اینا میدونن. یک فرد غیر منتخب 75 میلیون ایرانی رو اسیر خودش کرده، به بشار اسد جنایتکار کمک میکنه که 150 هزار سوری رو کشته. اینجا آقای روحانی باید حسابش رو جدا میکرد، نکرد. اما در مورد اقتصاد، علارغم اینکه آقای چالنگی بسیار کار مشکلیه، علارغم اینکه دزد بازاره و رژیم باز تولید فاسد میکنه، یعنی این کلون اقتصادی رژیم همیشه تولیداتش از نوع همین آقایون است که اسمشون رو میشنویم، چون همه چیز غیر قانونی و غیر شرعی است. اما باز هم میشه. اون اولی که آقای روحانی آمد، من برنامه هایی رو که آقای طیب نیا راجبش صحبت میکرد، حرفای آقای نهاوندی، صحبت های رئیس بانک کل بانک مرکزی، اینا رو میخوندم و نگاه میکردم اگر اراده‌ای وجود داشته باشه، همین بیغوله فاسد اقتصاد رو هم حداقل میشه ستوناش رو آورد بالا، حداقل میشه بخشی از فساد رو جلوش رو گرفت. حداقل ببینید، آقای روحانی به قول خودش با پشتوانه 18 میلیون رأی اومده. مشکلات آقای خاتمی هم نداره، برای اینکه روحانی اصلاح طلب نیست، روحانی وسط بازه و بنابراین هم رفسنجانی رو داره هم آقای خامنه ای رو. او میتونه خیلی کارا بکنه، کاری که خاتمی نمیتونست بکنه او میتونه انجام بده. ولی ما چیزی که داریم میبینیم تکرار همون باز تولید فضای ضد آزادی و سرکوب دوران احمدی نژادی است. منتها یه خود شیکتر خوشگلتر، وزیر ارشاد مملکت میاد میگه که قوه قضایی هم باید به موازات قوه اجرایی تغییر بکنه. فردا آقای محسنه اجرایی میاد میگه تو مرتیکه کی هستی که برای ما حرف رو میزنی؟ یعنی شما فکر کنید اینا حرمت برای هم دیگه نمیگذارن؟ وقت میخواید برای ملت ایران حرمت بگذارن، برای اقتصاد برنامه ریزی بکنن؟ این ادبیات هم قابل توجه است که با همین شکلی که شما اشاره کردید، رئیس مجلس هم با همین ادبیاتی که آقای خمینی بنیاد گذاشت در عرصه سیاسی ایران، که من تو دهن این دولت میذارم، ایشون هم راجع به واکنش مسئولان واشنگتن در برابر زیارت آقای ظریف از آرامگاه عماد مغنیه واکنش نشون دادن واشنگتن، گفت درشگویی مسئولان آمریکا به وزیر امور خارجه تو دهنی ایران را در پی دارد. این تو دهنی و لغد و مشت و اینا. آقای چالنگی ببخشید، شما یادمون باشه در لجنزار گل لاله نمی روید. شما اون نوه خانشونه که وقتی گوش میدید این مردک چی میگه در همین محمودی متجاوز، چی میگه در حرفاش من... یا اون یکی رضا حلالی فاسد، اون چی میگه در حرفاش، این میشه ادبیات. این تعبیر شماست که درست میفهمید در لجنزار لاله نمی روید. اگر این رو به لجنزار تشبیه کنیم، خب در همین لجنزار چطور میشه انتظار داشت پل ساموئلسون از یکی از کارگزاران همین لجنزار تعبیر شما به فکر صفحه مردم باشه؟ از جمله اینکه آقای سازگارای عزیز، آقای روحانی حرفی زده که در عرصه سیاست خارجی ما رفتیم تواناترین و با دانشترین و افراد رو انتخاب کردیم. طبعا این حرفشون شامل بقیه اعضای دولتشون هم میشه، این پور محمدی و بقیه هستن. ببینید، تمام کسایی که در دستگاه آقای روحانی هستن، همه در دولت‌های پیشین هم سهمی داشتن، نقشی داشتن، سمتی داشتن. این یک دسته ورق پاسور که بر بزن در 11 تاش انتخاب کنین که دولت باش تشکیل بدید. آیا در ایران آدم‌های متخصص، آدم‌های کاردان، آدم‌های تحصیل کرده، آدم‌هایی که متخصص هستن در زمین‌های مختلف دیگه وجود نداره خارج از این دایره وسیع جمهوری اسلامی که از 23 بهمن ماه قدرت رو با ادامه مدرسه علوی در دست گرفت؟ آقای سازگاره، این یه نشونه حسن نیت به مردم ایران میتونست باشه اگر داشت. درسته، من یه بار آقای چالنگی، آقای رفسنجانی شاید
یک سال بود رئیس جمهور شده بود، از بار اول دور اولشون منم از دولت رفته بودم بیرون. یه بار به ایشون در یه ملاقات خصوصی که بود و با مشورت دی از اقتصاددانا و دوستان میخواستم چیزایی رو به ایشون بگم، به ایشون هم همون موقع عرض کردم که ما اساساً جهان سومی هستیم به دلیل اینکه یکی از مهمترین دلایلش این است که ضعف و کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص داریم، و به فرض محال اگر به آقای رفسنجانی گفتم اگر شما موفق بشید تمام نیروهای متخصص و کارآمد کشور رو از هر طیف و جریانی در داخل و خارج از ایران همه رو به کار بگیرید، بیان آسیم بالا بزنن و مسئولیت داشته باشن کار بکنن، باز هم ما معلوم نیست کشتی این کشور رو بتونیم به ساحل برسونیم به دلیل ضعف نیروی انسانی، چه برسه به این که نیروهای اسلام گرای کشور از فردایی که انقلاب پیروز شد با انحصار قدرت، چون تئوری دموکراتیک که نبود، تئوری انقلابی بود، سایر رقبا رو از ملی و سلطنتی و چپ و غیره از دایره بیرون کردند و هنوز هم که هنوزه در واقع این انحصار نیروهای اسلامگرا در مناسب کشور باقی مونده، اگرچه بالاخره بعد از 30 چند سال پاره از کسایی که روز اول اومدن مسئولیت گرفتن کارآمد شدن، با به قول معروف با سر کچل مملکت آرایشگری یاد گرفتن و الان آدم های تکنوکراتی هستن، ولی کافی نیست. من هم با شما موافقم برای این که یک عزم ملی پیدا بشه یکی از وظایف دولت برای همون گذار به اقتصاد آزاد این است که بستری بسازه که در عرصه های مختلف، در عرصه های مدیریتی، نه فقط در بخش دولت، در بخش خصوصی، در بخش های مختلف بتوانند نیروهای مختلف بیان و فعالیت بکنن. این اتفاقا اون جاهاییست که سیاست گذاری احتیاج داره، و هرچی شما دست دولت رو کوتاه‌تر کنید، هرچه میزان دخالت حکومت رو در کلانش، نه فقط دولت به معنی شخصیت حقوقی دولت، هرچه دست حکومت رو از شؤون زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم کوتاه‌تر بکنیم، شانس اینکه نیروهای مختلف کشور بتونن فعالیت کنن بیشتر فراهم میشه. کاملا این یکی از اون دیگه از اون نکاتی است که نیاز گذار به یک اقتصاد آزاد هستش. البته آقای روحانی این یه نکته رو در این گذار به اقتصاد آزاد خیلی خوب میفهمه و الانم میگه من هدف اولم اینه، و اون است که میخواد ایران رو از انزوای بین المللی بیرون بیاره، انزوایی که در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، تحریم های مختلف و مشکلاتی که به دلیل پروژه بی سرانجام و بی خردانه آقای خامنه‌ای، یعنی پروژه هسته‌ای، گریبان کشور گرفته. ایشون الان هوش و حواسش همش دنبال اینیست که اینو رفت بکنه، در حالی که همین یه مورد هم باز جدا از سایر تحولات در داخل ایران نیست و ناچاره که همزمان برنامه داشته باشه برای سایر زمینه های گذار به اقتصاد. آقای نوری‌زاده، آیا با چنین ادبیاتی رئیس مجلس چنین نظامی حرف زدن که گفتیم، با این توپ و تشرها، با این تهدیدها، تهدیدهایی که البته خب میدونیم بیشترش تو خالی سینایی که قضیه تو دهنی زدن یا هرچه، ولی سیاست های عملی، آنچه که حکومت ایران در سوریه انجام میده، در عراق و در لبنان انجام میده، وزیر خارجه ای که از روزی که مذاکرات شروع شد این لبانشون به خنده گشوده شد و هنوز هم ظاهرا بسته نشده در برابر تیعت آمریکایی و بقیه، اما از یک طرف در اولین فرصت میریم میریم دست به سینه در برابر آرامگاه عماد مقنیه ایستاد، از اون طرف رهبر جمهوری اسلامی باز میبینیم که خط و نشون برای آمریکا میکشه و که این آمریکا ما نمیتونیم اعتماد کنیم، و با این سیاستی که نمونه هاشو داریم میبینیم، همه اینا میتونن، این سیاست میتونه ایران رو از انزوا بیرون بیاره
اون چیزی که آقای سازگار اشاره کردن بر اهمیتش. ببینید درست مثل اینه که اینا میان و آجر میچینن رو هم دیگه، آجر میچینن دونه دونه به سختی، بعد یه دفعه یه لگد میزنن همه آجرها میریزه پایین. من بسیار متاسف شدم وقتی آقای ظریف رو با دست گل سپید بر مزار یکی از بزرگترین و جنایتکارترین تروریستا دیدم. عماد مغنیه در پروندهش قتل 270 تفنگدار دریایی آمریکا، 67 دیپلمات و شهروند آمریکایی و لبنانی، قتل در کویت برای کشتن امیر کویت تعداد مردم بیگناه، قتل‌های متعدد در عراق، در عربستان، مسافر هواپیما غمگین‌ترین هواپیما ربایی الجابریه و الکاظمه رو به ایران بردن و یک مسافر آمریکایی رو کشتن و جنازه‌ش رو تو فرودگاه بیروت تی دبلیو ای رو پرتاب کردن. ارتباط آدم... با القاعده، عکسای ایشون با ایمن الظواهری است. بله عکساش بله. بله و در یه آدم تروریست رو در... بله یه آدم لاتین و جای دیگه. بله بفهم یه آدم تروریست و آقای ظریف میره و بعد با رئیس دسته تروریست آقای حسن نصرالله هم میشینه قهوه میخوره و دل میدن و قلوه میگیرن، در حالی که حسن نصرالله امروز منفورترین شخص عرب تو دنیای عرب به خاطر جنایات افرادش در سوریه و به خاطر اینکه با تهور میاد میگه اگه لازم بشه خودم هم میرم تو سوریه، البته خودش نمیره، هفت سوراخ قایمه که مبادا اسرائیلیا رختشو بیارن، ولی این آقای ظریف تمام اون بازی رو که با دیپلماسی آمریکا میکنه. آه دیشب جان کری عزیزم اپرا وینفری رو دیدی مسابقه فوتبال، همین بازیایی که در میاره که بگه آمریکایی مسلک و آمریکایی تعقل، تمام به باد میره. وقتی بلند میشه میره با بشار اسد ملاقات میکنه، رئیس دیپلماسی ایران انقدر جایگاهش بالاست و انقدر اهمیت داره که رئیس دیپلماسی ایران با تروریست نباید بنشینه. متاسفم که فیسبوک آقای ظریف رو که میخونم تصویر دیگری از خودش ارائه میده و به گونه دیگری است. من یه خب اگر اصل باشه که خب یه چنین کاری نمیکنه، یعنی رئیس دیپلماسی ایران ایشون قبلا هم نماینده جمهوری اسلامی بود از سازمان ملل متحد، در تمام اون عملیات هم ایشون شاهد بوده. ببینید من دو تا مقایسه براتون بکنم، آقای ظریف چه تفاوتی با بقیهشون میده؟ الان براتون عرض میکنم، میخوام تفاوت ها رو بگم. یک انسانی بود در وزارت خارجه بسیار باسواد، بسیار متخصص، از کادرهای برجسته به نام مجتبی میرمهدی، تا مقام معاونت هم رفت. به محض اینکه متوجه شد که مسیر داره به کجا میره رفت بیرون، تو خونش نشسته داره نقاشی میکنه و حاضر نشد آلوده این بازی ها باشه. شخص دیگری در وزارت خارجه تا مقام معاونت رفت، آقای مرتضی سرمدی، در دوران احمدی نژاد خونه نشست حاضر نشده. آقای ظریف اومد به لطایف الهلال او رو برگردون در مقام قائم مقام وزیر خارجه. از روزی که آمده یک کلمه از او منتشر نمیشه، نوعی بایکوته. اما آقای حسین امیر عبداللهیان که جز نوکران ولی فقیه و شعارای ولی فقیه میده و و متهم به این که در سفرهایی که به منطقه میکنه چه کارهایی رد و بدل میکنه و چه پیامایی بره، این آقا بلبل وزارت خارجه چپ و راست دارن سخنانش رو بخشون. میخوام بگم آدم با شرف هست، منتها آدم با شرف یا با اینا کار نمیکنه یا اگر در مسئولیتی باشه اجازه بهش نمیدن تصمیم بگیره یا کاری بکنه. کار رو کسانی میکنن که ثابت کرده باشن، مثل آقای روحانی. این رفتارها معتقد هستن که ایران رو نمیتونه، رفتارهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران رو از انزوا نمیتونه خارج کنه، آخرش مطبع. خراب میکنن دیگه، آخر بازی میفته دست این که آقای روحانی وقتی آقای خامنه ای رو نماد عظمت ایران میدونه و ولایت فقیه به ایران عظمت داده، شما چه انتظاری داره؟ فکر کنی خارجی هم بازی رو انتظار خاصی ندارم. بله نمیگم خارجی هم فهمیدن آقای اوباما حالا دو سال داره با اینا کلکل میکنه. در نهایت به نظر من اینها انقدر رسوا شدن دنیا هم فهمیده. متاسفانه دنیا دنیای مصلحت هاست و یه ملت سوریه، آدم وقتی نگاه میکنه 10 میلیون سوریه آوارن و این غیرت بین المللی در این حده که آقای جمهوری اسلامی رو آقای کریم میگن حالا بیا در حاشیه کنفرانس باشه. آقای سازگار صحبت اقتصاد است و اینکه این رفتار و چون در طبیعت این نظام نیست و مسئولانش که
جریان سیاست خارجی رو به سمتی ببرن که ایران از انزوا بیرون بیاد. این یک بحث کناریش. بنابر این وضعیت اقتصادی خب میدونیم بحرانی است، همین اشارات شد. یکی از منابع هنگفت ثروت در ایران بیت رهبری است، اشاره کردیم بالای 90 میلیارد دلار سرمایه زیر نگین داره آیت الله خامنه ای. چرا بخشی از اینو آزاد نمی کنن؟ حالا مصادره کردن، مال مردم بوده گرفتن، همه اینا درست، ولی چرا بخشی از اینا رو هزینه نمی کنن برای سفره مردم؟ بیان وضع اقتصادی خراب هست، تحریم هست، همه اینا هست، چرا این کار نمی کنن؟ بسیار حرف درست و توقع درستی هم هست. البته آقای خامنه ای به پای خودش که باشه قطعا نمی کنه، برای اینکه وقتی بانک پاسارگاد، بانک پارسیان، بانک کارآفرین و امثال اینها رو زیر کلید داره، پول مردم اونجا هست، به اضافه 52 هزار میلیارد تومان املاک مردم رو که گرفته ایشون و تصاحب کرده و صدها شرکت و کارخانه از شرکت‌های وزارت نفت تا مخابرات تا غیره سهامدار هست و اینها ابزار قدرت ایشون است. پول از این تو در میاره، به بشار اسد میده، به لبنان میده، به شهریه طلاب میده، چون ایشون که مرجع نیست که به مردم بهش وجوهات بدن که، ایشون این ابزار رو احتیاج داره. اما مردم ندن آقای سازکارو میگیره که به اصطلاح درآمد مردم، یعنی شریان حیاتی مردم دست آقای خامنه‌ای نفت. بله بفرمایید، ببخشید. یعنی ایشون مثل یک مرجع سنتی نیستش که فرض کن با آقای سیستانی یه مقلد داره، مردم هم میرن وجوهات شرعیه میدن، ایشون هم در سال اینجور که میگن مجموعا 500 میلیون دلار وجوهات به دستش میرسه آقای سیستانی. اما آقای خامنه‌ای به قول شما دست میکنه تو کیسه نفت، دست میکنه توی ستاد اجرایی فرمان امام که بتونه که پول داشته باشه و با همین پول خارج از هر قاعده ای. الان بیش از 40% اقتصاد ایران از هر بازرسی و مالیات اداره مالیات کشور معافه. همینه که زیر نظر آقای خامنه‌ای و نهادهای وابسته به ایشون هست و امثال سپاه و غیره. اما باز برمیگردیم سر همین ماجرا. اما قدرتی بزرگتر از قدرت آقای خامنه‌ای و صد تا مثل ایشون در کشور هست، اونم مردم هست. و الان که جان مردم به لحاظ اقتصادی به لبشون رسیده و آقای خامنه‌ای دنبال در به در دنبال یه راهی میگرده که بلکه سر دنیا کلا بذاره، نفت که نزدیک به 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران که عمدتاً هم به یورو شده به دلیل تحریم‌های امریکا به خصوص نمیتونن بردارن، همه سعی ایشون این است که یه جوری بتونه کلا بذاره سر دنیا که این پول آزاد شه. البته در این 6 ماه قراره 4.2 میلیاردش فقط به اونم در 8 قسط آزاد شه. و متاسفانه من حالا که اسم آقای ظریف اومد و آقای عراقچی که تکنوکراتن، سابقه شون هم تکنوکرات دیپلماسی بودن و هستن، سر میز مذاکره توانستند خصوصی یا سر میز جمعی آقای کری و آقای اوباما رو قانع کنن به اینکه ما از آقای خامنه‌ای مشکل داریم، ایشون اگر حرف دیگه‌ای بزنی غیر از هسته‌ای، حقوق بشر، تروریسم، دموکراسی، مردم بدبخت ایران، هر چی دیگه بگیم آقای خامنه‌ای ناراحت میشه و میگه که آمریکایی‌ها روششون همینه، به جای هسته‌ای میان چیزای دیگه میارن وسط، لذا دیگه نمیاد، از سر میز با ناچار میشیم بلند شیم، معامله انجام نمیشه. این حرف رو متاسفانه فروختن به آقای اوباما و آقای کری و اینها هم به همین دلیل لایحه‌ای که در سنا مطرحه، پریشب آقای اوباما با نمایندگان دموکرات سنا هم شام خورده، اونجا هم با حرارت ایشون صحبت کرده و گفته که ما این معامله رو احتیاج داریم و باید انجام بشه، چون ایشون در خاورمیانه از همه چی هم شکست خورده، آقای اوباما میخواد این دیل اتمی رو به اصطلاح ببنده. بسیار خوب، این نقطه میرسیدیم. مسئله 95 میلیارد دلار زیر نگین آقای خامنه ای هست، آقای بعد از دستش گرفت آقای چالنگی. خلاصش یعنی چطور آقای نوریزاده، چطور این پول مال مردم هست نیست آقای نوریزاده؟
اینها چرا آقای خامنه ای نمیاد در این پورو آقای چالنگی هرچه که هست جناب چالنگی به نقد کنه، تبدیل به هزینه کنه برای سفره مردم؟ این که کافی نیست که دست به پیشونی گذاشتن و گریه کردن عشق ریختن ظاهرن تمسا یا هرچه که هست برای مردم فقیر رو نداد. در همین مسجد سلیمان که من میگم کنار چاهای نفت جاهایی هست که مردم در غار عملا زندگی میکنن، در کوهستان در چند صد متری، نمیگم چند کیلومتری، در محله در خرسون، در محله کلگه مسجد سلیمان تصاویری به دست من رسیده که مردم تقریبا شبیه غاره و چاه شماره یک خاورمیانه، چاه 380 حلقه چاه 380 نزدیک محله در خرسون بالاتر از چاه شماره یک هست، مردم در غار در تل بوزان هست اسمشون شد زندگی میکنه. جهان سر عشق زلامت که فعلا سید علی خامنه ای، سید علی ابن جواد الحسین یا خامنه ای از خانه 40 متری مشهد فعلا ایشون کاخ رامسر رو دارن، کاخ کردان رو دارن و کاخهای متعددی، کاخ احمد آباد رو که براشون اضافه سرش گذاشتن و مقبره‌ای که برایشون دارن میسازن سه برابر مقبره آقای خمینی، اینا به هر حال هزینه میبره. بعدم نوکران ولایت رو ایشون باید سیر بکنه، از حسن نصرالله گرفته تا رمضان شلح تا گروه هادی العامری و دیگران تو عراق و جای دیگه. یه نکته رو میخواستم خدمتون بگم آیه، اولا خیلی جالب بهتون بگم از این 95 میلیارد که آقای خامنه‌ای دارن یه چیز سرسوزنش هم مال بنده از خونم رو که مصادره کرده، اینم جزء همون ستاد اجرای فرمان امامه. در این مورد بنده آقای خامنه‌ای رو اینو حرام میدونم دست به خانه من بزنه که مال فرزندان منه. به هر حال به شوخی گفتم، به هر حال وسیع تر از سرسوزن های نویزاد من میدونم، به هر حال نه اما یه بسید خیلی ازن ارزنی وسیع‌تر از سر سوزن به قول شاعر دوست مشترک کرده ما وطنیست که به نمی همون عرض میکنم بگم یعنی اصلا هیچی نیست در برابر چیزهایی که اینا بر سر وطن آوردن. آقای خامنه‌ای بفهم میگم آقای خامنه‌ای اگر ذره‌ای حداقل وضع خودشو به یاد میآورد روزی که به ایران شهر تبعید میشد برای 300 تومن که بتونن در اختیار بانوی ایشون و خانواده بگذارن، چه مصیبتی رو ایشون متحمل شد و چند نفر رو دید تا 300 تومن یک انسان آزادهی در اختیارشون گذاشت. اگر آقای خامنه‌ای اون روز رو به یاد بیاره، یه لحظه بشینه فکر کنه و به یاد بیاره که جوانای این مملکت میرن خون میفروشن برای اینکه پول داشته باشن، کلیه فروشی در ایران میکنن و ایشون آقازادهشون برای اینکه بتونن بچه دار بشن، یک صورت حسابشون در لندن فقط 150 هزار پوند شده بوده، اگر یه ذره به اینا فکر کنن مسلم اون 95 میلیارد دلار یک دهمش خرج ملت ایران میشه، خرج بچه های اهواز و بلوچستان و بلوچستان اصلا دردناک سرنوشت این مردم و جاهای دیگه ایران. در همون اهواز، در اطراف آبادان، در قصبه من تصاویری دارم که مردم چجور آب آشامیدنی غیر آلوده ندار. در دهات نزدیک شوش، همون شوشی که آقای سازگارام اشاره کرد، باز چنین وضعی هستش. در اهواز که آقای روحانی رفته، هفته گذشته عکسهایی منتشر شد که تا تبلیغی بود که گفته میشد چند تن از کارگران نورد اهواز آمادند برای فروش کلیه های خود آقای سازگار. بله. و آقای نوری‌زاده از قطعا این عکس‌ها رو و تصویرهای دیدیم. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر در هر کجای ایران که هستید. تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فرد. آقای سازگارا
قضیه مداح آقای محمود کریمی رو تو این روزا جز خبرهای روز هست. یک کاریکاتور در تهران منتشر شده و روی فیسبوک اومده، من بینندگان احتمالا خواهند دید، و این که تیتر خیلی جالبی داره که با احتیاط رانندگی کنید، این اتوبان مداح دارد. خب این مادیات من، آقای خمینی گفتش که ما برای مادیات انقلاب نکردیم، انقلاب اقتصاد هم مال چهارپایان است یا خر است به گفته ایشون، برای معنویات میخواییم معنویات شما را بالا ببریم در بهشت زهرا گفت. این هم از معنویات، این معنویات رو چون شده مداح اهل بیت هفتیرکش اتوبان شهید بابایی، یادآور رینگو و فیلم های وسترن. این رو چطور تفسیر، از نظر معنویات چه داده این حکومت به مردم ایران؟ ببینید من برای به عنوان یه بچه مسلمونی که بچه مسجد و هیئت و اینها هم بودم عرض میکنم، واقعا در این سلسله مراتب سازمان دینی شیعه در ایران که از بگیم مراجع تقلید، مدرسین و حوزه ها، ائمه جماعات مساجد و آز و منبری ها و غیره، واقعا مداها گروهی بودند قبلها، قبل از انقلاب، که معروف بودند به اینکه آدمهای لات جلنبری هستند و حتی خود روحانی ها ازشون میترسیدن، برای اینکه بددهن و بیچاک و دهن هم بودند و متاسفانه خیلیشون همون موقع هم آلودگی هایی داشتن. اما شما نگاه کنید حکومتی که حالا اصلش که اشکال داشته اینکه بخواد باز دل نهاد دین حکومت درست کنه، اما حکومت در عمل وقتی رفته سراغ نهاد دین هم به تدریج از مراجع او که سر بریدن، از مدرسین درست حسابی که قلقم شدن و و و، حالا رسیده به این که در واقع این حکومت شده حکومت مداها. آقای منصور عرضی و آقای سعید حدادیان به رحیم مشایی موقعی که رئیس دفتر به هر حال آقای احمدی نژاد بوده تهدید به قتلش کردن، گفتن میکشیمت و فحشای رکیک دادن علنی، اونم رفت شکایت کرد. پری روز دیدم حکم اونام قشنگ به سلامتی در اومد، آقای منصور عرضی تبرئه شد، اون یکم 405 هزار تومان جریمه بده که هیچی نیست، پول این روزا هیچ عددی نیست. یعنی یا آقای همین محمود کریمی که معروفه که خیلی هم ایشون محبوب آقای خامنه ایه و خیلی آقای خامنه ای دوستش داره، عکساش هم هست که بارها جلو آقای خامنه ای مداحی کرده، هفتیر بکشه یه زوجی رو که حالا تصادف رانندگی کردن و بعدم دادستان کشور آقای اژه‌ای بیاد و بگه که نه اصلا یکی دیگه تو ماشینش بوده که احتمال زیادم اون حسن میرکاظمی بوده که خودش یک هفتیرکش و قداربند و شریک بابک زنجانی است. و اینها این مداها الان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی هم هستن. اینها آقای چالنگی چرا چنین جایی رو پیدا کردن؟ یک بخشش مال اون پایگاه قدرتی است که آقای خامنه‌ای از زمان آقای خمینی هم شروع شده برای این حکومت دست و پا کردن، اون هم یک عده چماغکش و معروف به گروه‌های حزب اللهی تو خیابوناست که به جون زن بچه مردم میفتن و ما تو جنبش سبز مکرر در مکررشون رو دیدیم، لباس شخصی هایی که میریزن مردم رو کتک میزنن و این مداها شأنشون، یعنی سرویسی که به قدرت مدارا میدن این است که همین لاتا و چاقوکشا و آدمکشا رو جمع میکنن، تو مواقع بحرانی به جون مردم میفتن، متقابلن حکومت هم دستشون رو باز میگذاره، بهشون رانت میدن، در نتیجه همون آقای میرکاظمی که اسمش هست مدیر عامل و سهامدار چندین کارخونه و شرکت، و این طور هم از هر مجازاتی در امان که میتونن روز روشن هفتیر بکشن و هیچ کس هم کاریشون نداشته باشه. آقای نوریزاده، معنویت این حکومت، مادیاتشو که در بخش نخست بهش پرداختیم کم و بیش در برنامه های دیگه هم حتما خواهیم پرداخت، اما معنویت حکومتی که روحانی بلند پایش تاجر شکره، مداحش هفتیر کشه، پاسدارش بنگاه داره،
و همینطوری بگیریم به این شکل بریم جلو و ببینیم به کجا میرسیم. این معنویت این حکومت کجاست؟ آقای محمود کریمی تنهاست یا نه نماینده یک معنویت خاص ولایت فقیه؟ یک استاد بزرگوار من همون اوائل انقلاب وقتی صحبت میشد، من به هر حال چون پدرم با خیلی از روحانیون آشنا بود اینا رو میشناختم، از اون استاد پرسیدم که آقا اینا کیان؟ گفت آره اینا کسایی بودن که در طول سالهای اخیر، سالهای گذشته 5 تومن کف دستشون میذاشتی، روزه میخوندن یا آفتابه آدم ها رو آب میکردن و میدهیدن دنبالشون. اینا کسی نیستن. مسئله اینه ببینید نمادهای اخلاق ما از اون اول کیا بودن؟ آقای خلخالی، آقای هادی قفاری که مرحوم هویدا رو قبل از اینکه حکم قرائت بشه توی حیات تو گلوش تیر میزنه، پشت بام مدرسه علوی رو یادم میاد آب ندادن به اینا، خلخالی گفت اینا حق آب خوردن ندارن. مظهر اخلاق این نظام علی فلاحیان میشه، یک بانوی شوهردار رو میرباید، به زور با او ارتباط برقرار میکنه، وادارش میکنه هروئین براش ببره، بعدم میکشتش. مظهر این آقای علیزاده است، دادسه در مشهد رئیس دادگستری زن شوهرداری رو در اتاق میبنده و بهش تعرض میکنه. نماد این رژیم همینایی هستن که ما میبینیم. آقای محسنی اژه‌ای برادران افراشته رو میگیره، با اون رانندش علی آقا میبره، شکنجه میکنه و یک برج رو ازشون به زور میگیره. وقتی در جامعه اخلاقیات رفت از بین رفت، اون جامعه نابود میشه. وقتی الان مردم نگاه میکنن، الناس علی دین ملوکم، مردم دارن نگاه میکنن میبینن آقا همه جا دزده، همه جا فاسده، از این جامعه چه انتظاری ما داریم؟ در زمان باز اون طاغوت، در زمان اون کسی که دیوش خواندن، مردم اخلاق داشتن. ماه رمضان که میشد تو قلعه مربوط هم روزه میگرفتن، محرم اون کسی که هر شب عرق میخورد عرق نمیخورد. مداحش هم زنده یاد سید جواد ذبیحی بود که نه لات بود نه آدم بدی بود، بسیار هم آدم انسانی بود. میخوام بهتون بگم اون زمان میگفتن بله این شاه فاسد خائن و این رژیم تمام فاسدن. امروز که یاقوتی ها آمدن، ما فسادی رو دیدیم که نه تو تاریخ خونده بودیم نه باورمون میشد. یعنی فسادی که اینا آوردن، اینا به قول شاملو خدای را در خانه، در پستوی خانه نهان باید کرد. و واقعا هم اینجوره. آن کس که اومده چراغ نیاورده، دیویست، اما خب مردم رهبر محبوب ما از سفر آید و دیدین با جامعه ما و اخلاق جامعه چه کرد. آقای سازگار، کمتر از یک دقیقه وقت داریم و آخرین سخن درباره مداح فقاهت فقیه. آیا تنهاست؟ آیا باستا و اخلاق این حکومته؟ نه، به نظر من گاهی میگم تمام این 35 سال به تباه کردن دین، به قول مرحوم آیت الله شریعت مداری گفته بود این انقلاب اسلامی یک شهید داشت، اون هم خود اسلام بود، انجام شد برای اینکه معلوم بشه که یک آیه قرآن این آیه درست نیست و ما رعایت نمی کنیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، در دین اجباری نیست، فقط راه رشد از راه گمراهی معلوم میشه، اختیار و انتخاب مردم. وقتی شما دین رو به قدرت آغشته کنید و بخواید به زور به حلق مردم بکنید و دین مداران در مسند قدرت بشینن، اون وقت باید ببینیم که این صحنه هم اتفاق میفته و امثال محمود کریمی هم از توش میاد بیرون. سپاسگزار هستیم آقای سازگارا. آقای نورزاده عزیز در استودیو در لندن، با سپاس بسیار از شما. در برنامه فردای سرزمین ما، چون صحبت شد اینجا من بگم فردا شنبه برنامه سرزمین ما، برنامه ویژه گروه تفسیر خبر پخش خواهد شد از شبکه تلویزیونی ایران فردا، به 2 شهر ایران میپردازیم، به دلایلی چون در سرزمین ما به شهرهای مختلف ایران سفر خواهیم کرد. هر از شنگایی یک شهر مسجد سلیمان هست، چون صحبتم شد امروز به خاطر اهمیت نفتیش، اقتصادی که در اقتصاد ایران و خاورمیانه داشت و جهان در شرایطی، و یک هم شهر مشهد، به خاطر اینکه این 2 شهر اقوام افراد از شهرهای مختلف ایران در اون
شهرها زندگی میکنن، چه رویهی در این شهرها حاکم فردا حتما و بقیه برنامه های ایران فردا رو میشت. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچه ها سند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.